دکتر موسوی مطالبی مطرح شد. یکی از دوستان روح الله از کرج فرمودند که میگن حضرت علی در خانه کعبه متولد شد، بعد از تولدش بلا فاصله دیوار کعبه شکاف برداشت، از اون شکاف بیرون اومد، تا بیرون اومد حضرت رسول را دید، در اون هنگام سوره مؤمنون را تلاوت می کرد و مظلومیت خودش را اونجا اعلام کرد و الی آخری از این مطالب ایراد مطرح فرمودند. این یک سوال، اگر این سوال را پاسخ بدین ممنون خواهم شد. سوال بعدی بعد از پاسختون طرح خواهم کرد. تقاضام از بینندگان محترم این است که وقتی اخباری رو میشنوند در جهت ارزیابی صحت و سقم اون اخبار بر بیان. ببینید شما در همین الان اگر کسی بیاد به شما بگه آقا خبر داری در فلان میدان شهر یک کسی آمده مثلا چه میدونم مثلا رفت آقایی تحریف برنج به نفس یک نفر رو تحریف به نفس میکنه، شما که نمیدید این رو نقد کنید برای دیگران آقا فهمیدی چنین چیزی شده، شما سعی میکنید برید اینو ببینید صحت سقمش چگونه است. یعنی دوست عزیز حد زیاد نده میشه، ما الا ماشاءالله حدیث داریم، هم بین شیعه هم بین سنی. شما میدونید زمانی بوده که در بازار شهر خدمت شما عرض کنم مدینه مینشستن یک گروه در این بر بازار احادیثی رو که شیعیان دوست داشته باشن از خودشون در می آوردن نقل می کردن و پول می گرفتن از مردم، یک عده هم در اون سر بازار احادیثی رو که اهل سنت دوست داشتن یک شیعه رو می گفتن، یک گروه احادیث سنی رو برای شنوندگان خودشون پول می گرفتن، اینها رو جمع می کردن بین خودشون تقسیم می کردن. وضع حدیث وضع آشفته است. شما این گونه صحبت نکنید که بله علی در خانه کعبه به دنیا آمده، بنده که اونجا نبود، شما هم قاعدتا اونجا نبودید، حدیثی بیارید که صحت داشته باشه و این رو بگویید. من همین الان خدمت شما میگم برای اینکه کار شما رو ساده بکنم، در چیک از کتب اصلی اهل سنت چنین چیزی نیست. در کتاب مستدرک حکیم نیشابوری شما اشاره به این پیدا میکنید که حکیم نیشابوری میگوید گفتند این گونه است، ولی هیچ گونه سند و مدرکی هم در این باره نیاورد. من از خود شما میپرسم آیا شما تصور نمی کنید اگر واقعی به این بزرگی اتفاق افتاده باشه قطعا قرآن در مورد اون ساکت نخواهد نشست و آن اشاره خواهد کرد، قطعا حضرت رسول در موارد متفاوت به این واقع اشاره خواهند کرد. شما ما باید یه مقدار به معروف عقل و قدرت ارزیابی تحلیل استفاده کنیم، هر چیزی رو که میشنویم نپذیریم، بریم دنبالش. وگرنه اگر این گونه هست که بسیار خوب، این گروه میگوید که علی در خانه کعبه به دنیا آمد، اون گروه هم میگوید عمر معجزاتی داشت و در اینجا مکه مدینه که صحبت میکرد صدایش رو در جبهه ها میشنید. اگر این گونه است که اصلا بساط بحث و تحقیق رو جمع میکنیم، میشین از احادیثی که دوست داریم صحبت میکنیم، این روش صحیح نیست. دوست عزیزی هم که تماس گرفتم و گفتم بعضی از بحث ها سفسطه هست، دوست من تعریف سفسطه اینه، سفسطه یعنی سخنی که در اون منطق وجود ندارن بلکه به هم پیچاندن به اصطلاح دلایل وجود دارن. من از شما استدعا میکنم اگر در صحبتهای بنده یا هر کسی دیگری در این برنامه به هم پیچیدن استدلالها و غیر منطقی صحبت کردن میبینید حتما گوشیت بفرمایید، به طور خاص بفرمایید که بله موسوی چنین چیزی گفت، این آموختن و فرصت دفاع کردن از نظرم رو بدید. همین که بفرمایید سفسطه کردن خب این کمکی نمی کنه، من الان متوجه نیستم کدوم قسمت صحبت های بنده سفسطه بود از نظر شما، لازم است که خواستر صحبت باشید. خب اجازه بدین یکی از بینندگان هم از سوئد پشت خط صدایشون هم رو بشنویم، سوال بعدی رو مطرح خواهم کرد. علی آقا از سوئد بفرمایید. علی آقا از سوئد بفرمایید. خب تماس قطع شد. اولا دکتر موسوی مطلبی که حالا بالفرض حضرت علی رضی الله عنه در خانه کعبه متولد شد، آیا به نظر شما قبل از اینکه وارد سوال بعدی بشیم، خود تولد به ذات خودش در خانه کعبه چیز خاصی میرسونه؟ ببینید من چیزی که برای من عجیب است این است که ما از انواع و انواع به اصطلاح منابع میخواهیم چیز رو ثابت کنیم
یه موقع میگوییم که نام فرنامش علی در ماه نوشته شد. هر جایی که بخواهید ما در حال ایجاد دلیل هستیم، یک جا رو فراموش میکنیم و از یک جا هیچ دلیلی نمیآوریم و اون قرآن هست. یعنی من از خودم میپرسم آیا خداوند برای اینکه به ما بفهماند که مقام علی یک مقام الهی بوده، یک مقامی بوده که خداوند به اون مقام خاصی داره، متفاوت بوده با دیگران، شبیه پیامبر بوده، آیا برای این کار هیچ راه دیگری نبود؟ همیش فقط علی در خانه کعبه به دنیا بیاد و بعد حالا یکی دو نفر این رو روایت کنن که تازه روایت متواتر بوده؟ و بنده هنوز هیچ حدیثی اصلا در این مورد هنوز ندیدم که صحت داشته صحیح باشه اون حدیث از نظر سند. آیا نمیشد یک آیه در قرآن بیاد خیلی ساده و بگوید آقا به این دلیل و به اون دلیل اصلا دلیل هم لازم نیست گفته بشه، آیه در قرآن بیاید و گفته بشه که بله علی مثلا سرور شما بعد از پیامبر اینگونه است و غیره؟ چرا ما به دنبال دلایل هستیم از منابعی که منابع دین ما نیستن؟ تاریخ منبع دین ما نیست، قرآن نام علی درش ببینید، منبع دین ما قرآن است. درست. در قرآن پیامبر وقتی میگوید یک چیز که پیامبر میگوید شکایت میکند از خداوند نسبت به امتش، میگه ان القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این مردم من قرآن رو رها کردن، قرآن رو مهجورش کردن. بله. ما قرآن رو مهجور نکنیم، ما دینمون رو از قرآن بیاریم. حسن. خب سوال دیگه ای که مطرح شده، خواهری پرسیدن زمانی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود نمیتونست منافقین رو تشخیص بده، نمیتونست اسامی منافقین رو به همه اعلام بکنه، یا مثلا نمیدونست خدا و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدونستن که بعد از وفات پیامبر این همه منافقین و مرتدین به وجود میان و اون رو اعلام بکنند؟ دکتر بازم صداتون ما مشکل با مشکل مواجه هستیم، صداتون رو واضح نداریم دکتر. فکر کنم دیگه حالا بعضی از کلمات و جملات واضح، متاسفانه قطع وصل میشه. حالا بفرمایید مطالب ارائه بدین ببینم، اگر صدا واضح نداشتیم راهی نداریم جز این که با اتون خداحافظی کنیم. بفرمایید. اگر دیگه صداقت شد برای متاسفانه صداتون رو دکتر موسوی صداتون رو نداریم. انشاءالله هفته آینده با مطالب جدیدتری انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، در مزاحمتون خواهیم شد. خب خدا یار و نگهدارتون دکتر موسوی. آقای حسنزاده از سردش اتاق فرمان استعداد دارم با دکتر با استاد دورانی تماس بگیرین. آقای حسنزاده بفرمایید. سلام. علیک السلام و رحمت الله. من حسنزاده هستم از میرآباد سردش. بفرمایید استاد. آقای حسنزاده بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب خوشبخت باشی به شما آقای هاشمی و تمام دستاندرکاران شبکه نور. بفرمایید. آقای هاشمی سوالم در مورد حضرت عمر خلیفه دوم اسلام باشد. بفرمایید. مختصر لطفا. این شخصیت برجسته اسلام که نیمی از قلمرو اسلامی امروزه را تحت فرمان ایشون به دین اسلام گرویدن و دین اسلام را پذیرفتن، از شعار اینجاست که بعضی ها به این شخصیت برجسته اسلام توهین میکنند. من خودم خاص دسارت به هیچ کسی رو ندارم، من تا خودم شنیدم که لعنت میپرستن و بعضی هم میگوین ولد زنا هستش. حال لطفا راهنمایی کنید کسانی را که دسارت میکنن و توضیح بدهید که این شخصیت والای اسلام چه خدمتی به دین اسلام کرده است. و میخوام بگویم توضیح در مورد امامان به قول شیعه ما اهل تسنن این امامان را از شخصیت های بزرگ اسلامی میدانیم و آنها را قبول داریم، در حالی که برادران اهل تشیع قوایشان بر این نیست. اجرکم عند الله. خدا یار نگهدارتون استاد حسنزاده. آقای حسنزاده مطلبی که گفتی میشه بعد بد و بیرا و ناسزا گفتن به بزرگواران هر کسی که باشه، این از شأن این بزرگواران کاسته نمیشه، بلکه خداوند چون این بزرگواران را دوست داشت، مانند عمر فاروق، مانند ابوبکر صدیق، مانند عثمان و غیر و غیره، چون اینها را دوست داشت
خواست در دنیا، اگر اینها اشتباهی داشتن در دنیا، بعد از اونها کسانی بیان که به اینها ناسزا